به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. شیخ الاسلام طالبان آیه قرآن را اشتباه تفسیر کرد. منابع محلی میگویند که محمد خالد انفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در یک سخنرانی در پنجشیر آیه قرآن را اشتباه تفسیر کرده است. حنفی پنجشنبه در یک نشست مردمی در پنجشیر با حضور مقام‌های ارشد طالبان، عالمان دین و باشندگان پنجشیر سخنرانی کرده است. به گفته منابع، تفسیر اشتباه آیه قرآن از سوی حنفی خشم عالمان دین در پنجشیر را برانگیخته است. مولوی یحیی عنابی، یکی از عالمان دین در پنجشیر، اظهارات خالد حنفی درباره شرط تقوا برای مشارکت در قدرت را به مورد خوانده است. به گفته او، تقوا برای امور اخروی ضروری است و در دنیا خدا حکم کرده که حق مردم به مردم داده شود. او تصریح کرده است: این آیه به چیزی شما تفسیر کردید دلالت نمی کند. فکرتان را بگیرید، پنجشیر هم علما دارد که علمای درباری و ماشگیر نیستند. تفسیرتان بیجا و بیمورد است. پیش از این مقامات طالبان بارها داشتن اصل تقوا برای سهیم شدن در کرسی های مهم دولتی را ضروری دانسته بودند. با این حال مولوی یحیی عنابی در حضور مقام های ارشد طالبان در پنجشیر تأکید کرده است که عدالت اجتماعی باید از بدخشان تا قندهار یکسان اجرا شود. این در حالی است که طی حدود 3 سال گذشته محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، که از سوی این گروه به او لقب شیخ الاسلام داده شده است، محدودیت‌های جدی بر زندگی مردم به ویژه بر زنان وضع کرده است. کنایه سیاف و طالبان. عبدالرب سیاف از چهره‌های سیاسی افغانستان گفته است که اگر زور و زر جلو زوال را می‌گرفت، فرعون را آب و قارون را خاک نمی‌بلعید. سیاف این موضوع را در حال مطرح کرده است که طالبان برای سرکوب اعتراضات بدخشان و ننگرهار دست کم 5 معترض را کشتند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.